سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت که گفته می شود برای نگهداری زندانیان سیاسی در نظر گرفته شده از کمترین امکانات برخوردار نیست. این محل فاقد آب گرم، وسیله گرمایشی برای سالن و حتی لامپ روشنایی است و به دلیل پنجره های بدون شیشه و شکسته شده زندانیان در سرمای شدیدی به سر می برند. همچنین وضعیت غیر بهداشتی این محل و به ویژه پر شدن فاضلاب و بوی ناشی از آن زندانیان را در شرایط سختی قرار داده است. علاوه بر آن کمبود غذا و کیفیت پایین آن تهدیدات مضاعفی را متوجه زندانیان با توجه به بیماری هایی که بر اثر شکنجه دچاران هستند کرده است. زندانیان این بند از دسترسی به فروشگاه زندان نیز محروم هستند و هر نوع ارتباط با بیرون قطع شده است. اکثر زندانیان که از سوء تغذیه رنج میبرند و دچار ناراحتی های حاد جسمی هستند از مراجعه به بهداری زندان برای گرفتن دارو ممنوع شدند. گزارش دیگری حاکیست زندانی سیاسی محسن دکمچی به تازگی از زندان اوین به بند 4 زندان گوهردشت منتقل شده است. محسن دکمچی که به اتهام کمک به خانواده های زندانیان سیاسی و حضور فرزندش در اشرف سال گذشته دستگیر شد به بیماری سرطان پیشرفته لوزالمعده دچار است و هفته پیش پس از عمل جراحی سنگین قبل از اینکه جراحات او بهبود یابد توسط دشخیمان آخوندی از تخت بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران طی بیانیه اعدام دو مجاهد قهرمان جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: این اعمال ادامه همان داستان کشتار و اعدام‌های دست جمعی است که کتاب آن از آغاز دهه 60 گشوده شد و در سال 67 به اوج رسید. جوانان و مردم را باکی از این جانیان و از این ضحاک مار به دوش قرآن بر دست نیست. این دیکتاتور نیز مانند همه دیکتاتورهای تاریخ به دست همین مردم به زیر کشیده خواهد شد. این رسم تاریخ است و ملت‌ها بارها و بارها آن را به ثبت رساندند. دانشجویان دانشگاه تهران از همه یاران دبستانی خواستند هیچ گونه سکوتی را جایز نشمرده و مخالفت خود را با چنین اعمالی اعلام کنند.